به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام همدیاران عزیز گرامی قدر، با شما هستم شرافتین گدایف. میخواستم رده خودم رو وابسته به بازداشت وکیل پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده و سابق رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان بیان بدارم، چون پروکورور جنرالی تاجیکستان هنگامی سخنرانیش در پارلمان بیان داشتند که گویا من شرافالدین گدایف با سید جعفر عثمانزاده نقشه غصب حاکمیت را داشتیم و بر عوض این من با سید جعفر عثمانزاده باید با مبلغ 10 میلیون دلار مبلغ گذاری کنم. من این اتهام را کاملا رد میکنم و این را یک تهمت و بهتان در حق خودم و در حق جناب سید جعفر میدانم، چون هیچگاه با سید جعفر عثمانزاده در همین مورد صحبت نداشتیم. آخران مراتب سال 2020 در مورد بعضی مسئله های مناسبت های اخلاقی و مناسبت های حرمت و احترام بین مخالفین و بین حکومت بود و غیر از این هیچ گونه صحبت با سید جعفر عثمانزاده در مورد همچنین سخن ها وجود نداشتن. یک و دوما، اتهامی که سید جعفر عثمانزاده را میکنند این رابطه دارد و برمیگردد به بد شدن مناسبت ها بین تاجیکستان و روسیه، چون پس از حوادث کراکوس سیتی روسیه یک گروه در اطراف پوتین به خلاصه رسیدند که باقی ماندن نظام امام علی رحمانوف تهدید به آسیای مرکزی و تهدید به امنیت روسیه میکند، چون نظامی که امام علی رحمانوف تشکیل کرده است جوانها را به رادیکالیسم تلا میدهند. سبب هاش به ما معلوم است، یعنی برای روسیه نظام رحمانوف، بعضی از اطرافیان پوتین به این خلاصه رسیدند که نظام روسیه، یک نظام تاجیکستان برای روسیه تهدید است در آینده. به همین خاطر یک جنرال روس وقتی هنگامی به تاجیکستان سفر میکند، در همین سفرش با سفر کاری است البته، در سفرش با چندین آدم ها وامی خورد و همچنان با سید جعفر عثمانزاده نیز واخوری انجام میدهد. هنگامی واخوری این ماه اپریل بود، هنگامی واخوری با سید جعفر عثمانزاده پیشنهاد کرده می شود که چی می شود که شما حکومت نو را در تاجیکستان راهبری کنید، یعنی شما می توانید ما برای عوض کردن حکومت می توانیم کمک کنیم برای شما و شما حکومت نو را تشکیل کنید، چون یتیموف قده سید جعفر عثمانزاده است و این پیشنهاد از جانب جنرال روس به سید جعفر عثمانزاده کرده می شود و سید جعفر عثمانزاده پس از آنی که با جنرال روس صحبت میکنند در مورد غصب حاکمیت، آنها با جنرال روس صحبت میکنند با فیسبی روسیه دخترش، وقتی با آنها صحبت میکنند این معلومات رو به حکومت یا به نهادهای قدرتی تاجیکستان نمی دهند. شاید که در اینجا خود فیسبی آمده باشد برای این معلومات را جمع کردن، آیا در تاجیکستان همچنین امکانیتی تبادلات وجود دارد ندارد، امکان دارد که یک کودتا صورت بگیرد. پس از آنی که مناسبت ها بین پوتین و رحمانوف درست می شود، شاید که این معلومات ها را به دست رحمانوف سپاریده باشند که در تاجیکستان همچنین انسان های هستند که میخوان کودتا کنند، یا اینکه از دیگر طریق این معلومات را خودشان تشکیل کرده باشند. خودی میتوند این معلومات را خودی یوسف رحمان تشکیل کند نسبت یتیموف به خاطر دور کردن از قدرت یتیموف را. این میتواند که این میتواند این یک باز جنجالی بین خودشان باشد که از طریق فیسبی روسیه فرض میسو اونها با یک جنرال روس همچنین یکم پول میدین، یکم مبلغ پیشنهاد میکنن که شما همین سید جعفر عثمانزاده رو همین پیشنهاد ها رو کنید. وقتی که اونا پیشنهاد ها رو میکنن، معلومات ها رو هم رو ثبت کرده در دست
یوسف رحمان میدهد. یوسف رحمان به پریزیدنت پیشنهاد میکنند. یعنی از طریق عثمان زاده با یتیمف ضربه زدن، چون خدای شخصی نزدیکی یتیمف است که بیشتر با یتیمف مرود و خوری میکند و دیدار و نشست ها دارد. یعنی از طریق میتونند این کار کاری خودی یوسف رحمان باشد، خودش تشکیل کرده باشد فیسبی روسیه رو، میتونند خودی سپارش پوتین باشد. یعنی این میتواند ها اگر و مگر ها در اینجا خیلی زیاد است، ولی این رب دارد نه با با من صحبت کردنش، بلکه این رب دارد با فیسبی روسیه، با خودی جنجال هایی که بین داخلی نظامی امام علی رحمان صورت گرفته است. در اونجا یتیمف با شاهرخ سعید زاده مشکل دارد، با رستم مشکل دارد، با دیگر اعضای خانواده مشکل دارد. میتواند اینها در یک جایگی جمع شوند، نسبتی به خاطر یتیمف را از قدرت دور کردند. همین فیسبی یک جنرال فیسبی روسیه را در 50000 100000 200000 میخرد. این فیسبی روسیه یک پرداژ نیستند، یک فروخته شده هستند، همش یک رشوه خور هستند. هر یک ادامش دل خواهی نراشا شما 200-300000 دلار تیه دو گوید که همین پروکات سر تشکیل کنه، آنها میکنن. برای یوسف رحمان 1,200,000,000 به خاطر یتیم فرو از قدرت دور کردن، به خاطر همون غرو بعضی مشکلات هایی که دارند و یک زور زدن و این، با فکر نکنم که این برای اونها قدر پولی کلان باشد. وقتی که اونها میلیون ها میلیون ها صد ها میلیون دلار در حسابهایشون دارن، برای یک دشمنی خودشون رو دور کردن این پول کلان نیست. یعنی میتواند این مسئله خودی یتیم باشد، میتواند خودی مسئله فیسبی باشد که حکومت رحمانوف خبر شده باشد و از تبدلات روسیه و این رو گرفتن، زندان کردن، دستگیر کردن. یعنی این هیچ رب نه با پیمانی ملی تاجیکستان دارد، نه با من دارد. این رب دارد با فیسبی روسیه، با شاهرخ سعید زاده، با رستم، با خودی یوسف رحم. یعنی این مسئله مسئله ما نیست، مسئله خودی حکومت است، مسئله خودی روسیه است، مسئله بد شدن مناسبت ها بین تاجیکستان و روسیه هستند. این یکا مسئله دیگر در اینجا بوده نمیتواند. این اظهارات رسمی من بود. من باور دارم که در این مسئله خودی آنهایی که دست این کار را تشکیل کردن میدونن با کدام هدف کردگی هستند، با کدام مقصد کردگی هستند، با چی میخواهند. و تنها اونها نمیتونند گویند که فیسبی جنرال روسیه رو مخریدیم. این تنها برای رحمانوف در کار است، برای رحمانوف در کار است که همین در رحمانوف نشان بده که همین آدم همین خیلی کار کردنی، یعنی اجازت رحمانوف برای بازداشت کردن یتیم و سجفر عثمان‌زاده در نزد رحمانوف یتیم فا سیاه کردن و یتیم فا از قدرت گرفتن. یعنی انا همین است، انا همین مشکلات داخلی خودشون است. میتواند باشد، میتواند واقعیت باشد، واقعیت باشد که روسیه میخواست در تاجیکستان از طریق سجفر عثمان‌زاده تبدلات کنند. وقتی دیدید که مناسبت ها خوب شد، عثمان‌زاده رو فروختن. باز روسا یک سوداگر هستن، به این خاطر میتواند اینها باشد. این فکر رو نظری من بود. من بعضی معلومات ها رو در این مورد دارم، داشتم پیش از اونی که عثمان‌زاده رو از وظیفه گیرم. من این معلومات ها رو داشتم، چون وقتی عثمان‌زاده رو از وظیفه می گرفتم من معلومات ها رو جمع کردم و معلومات ها در همین باره همین رو گفتم. من روز 11 می در همین باره نویسانده بودم، روز 11 می نویسانده بودم که کاری دستی وای است، روسیه است این کار. خدا نگهدارتان. این معلومات برای همه شهروندان تاجیکستان، برای دوستان که در فریب و نیرنگ‌های رحمانوف داده نشده. خدا یار و مددگارتان باشد.